بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیبی. هنوز یه هفته نشده در رابطه با پوتین صحبت کردم از خباست هاش گفتم گفتم علا که یه فرد ملیگرا هست برای کشورش خیلی کار میکنه اما ما نباید حواسمون پرت جای دیگه باشه اینکه ما از دامن غرب نجات پیدا کنیم چهل سال تحریم ها رو تحمل بکنیم اما بیایم تو دامن شرق مثل روسیه و چین بیفتیم اون هم به صورت 100 درصد تسلیمی این غلط بله در موازنه منفی شما با کشورهای مختلف میتونی مراوده داشته باشی و روسیه و چین هم خارج از این قاعده نیستن و مستثنا نمیتونن باشن تا جایی که منافع ملی ما اجازه بده با اینها هم همکاری میکنیم پنج ماه پیش بود فکر میکنم تیر ماه یا مرداد ماه بود که روسیه در نشست کشورهای شورای همکاری خلیج فارس یه بیانیه صادر شد اون زمان در با جزایر سگانه ما صحبت هایی شد توم به بزرگ توم به کوچیک و ابو موسا یا همون بو موسای خودمون خب یه ادعاهایی مطرح شد اونجا گفتن که راه حلش اینه که حالا یا این دوتا کشور با هم دیگه مذاکراتی داشته باشن یا از طریق نهادهای های بین المللی بررسی بشه خب چین هم همچین ادعایی رو داشت این اتفاق دوباره تکرار شده و روزها در نشست مجمع کشورهای عرب و روسیه اومدن این ادعا رو دوباره مطرح کردن خب وزارت امور خارجه ما خصوصا سخنگوای های کنانی گفته که اینا بی اساس و مردود و اینها حالا یه ادعی که اون زمان در با پوتین صحبت کردم اومده بودن خب گارد گرفتن گفتن که آقای وطن دوست شما هم ضد منافع ملی صحبت میکنید فلان و اینا انگار که ما باید صد درصد تسلیم روسیه و چین باشیم شما نوک بینی تو میبینی من دو متر رو میبینم دو کیلومتر اونورتر رو میبینم من سابقه تاریخی رفتار شوروی با ایران رو میبینم خب این دلیل نمیشه که شما الان به حمایت از نظام میخواید چنبره بزنی رو روس من انتقاد کنم اجازه انتقاد نداشته باشم انتقاد آزاد است اگر منطقی معقول در چارچوب ادب و بدون دروغ پردازی باشه حالا داستان ما با روس ها و امارات چیه تجارت ما با روس ها در سال 2025 به 7.5 میلیارد دلار میرسه در حالی که همین الان با امارات 15 میلیارد دلاره روابط اقتصادی روس ها با امارات فعلا بالای 9 میلیارد تقریبا این اتفاق کی میفته بعد از اینکه جنگ روسیه و اوکراین شدت میگیره ها میان در امارات به شدت سرمایه گذاری میکنن یه جورایی مرکز تجارت و اقتصاد جهانیه خب یه دیدگاه اینه که وزارت خارجه بزنه تو دهن ها از دیروز تا حالا پیام های این چه می دیدم آقا روابط رو قطع کنیم بزنیم تو دهنشون و فلان اینو تمام خب این خیلی ساده است دیگه رو کاغذ شما خیلی راحت زود میتونی بنویسی قطع روابط دیپلماسی هم تعطیل بزن زیر میز تمام شده رفت اینکه پشت پرده میتونه داشته باشه این سیاست روزها این ها اینم محتمله میشه بررسی کرد که روزها یک سیاست دوگانه دارن هم این طرف رو داشته باشن همون طرف درست مثل چینی ها چینی ها نمونه بارز نفاق سیاسی ان ما گفتیم هر شخصی دنبال منافع خودشه حالا این رو در سطح کلان هم ببینی اگر یک رئیس جمهوری متعهد و معتقد به کشورش باشه او هم همینطوره یعنی منافع ملت خودش براش مهمه خب چین این نفاق سیاسی و رفتار دوگانه رو داره روس ها هم تقریبا همین حالت رو دارن خب یک سرمایه گذاری کلان کرده از این طرف اگر رابطش با اعراب خوب بشه و حکام عربی منطقه یه جورایی دهنکجی به آمریکایی هاست خب از اون طرف آمریکایی ها هم در جنگ اوکراین تقریبا شکست خوردن اینکه که میگیم آمریکا یعنی ناتو نه فقط خود آمریکا کل مجموعه ناتو شکست خورده در جنگ اوکراین این منطقه را اگر از دست بده یه شکست مضاعفه پس راه حل اول اینکه که بزنیم تو دهنش بیرون کنیم قطع روابط کنیم این ساز و کار اجراییش فراهم نیست و اثرگذارم نیست اونم تو دوره ای که تو فقط با روسیه و چین تقریبا تعاملات جدی داری هرچند در رابطه با روسیه که خیلی افتضاحه سال 2025 تازه میشه 7.5 میلیارد دلار اما چه باید کرد امارات دوم در دیدم بعضی اومدن میگن که خب ما معاملاتمون با امارات رو که به درهم هست حالا میگن 50 درصد 60 درصد من نمیدونم این اعداد رو از کجا در میارن ولی حالا فرض کنیم 50 درصد رو داریم میگن بیاد این رو قطع بکنیم امارات رو گوشمالی بدیم عربش بکنیم آیا اینم منطقیه ببین شما 44 سال تحریمی و با دلار نمیتونی کار کنی با هیچ نمیتونی کار کنی چون بالای 60 درصد معادلات و معاملات تجاری و اقتصادی دنیا با دلاره شما با دلار هر جای دنیا بری میتونی جنس بخری میتونی معامله بکنی اما با یوروش هم نمیتونی با همین درهمش هم نمیتونی پس اصل دلاره تو به دلار هم دسترسی نداری باید چیکار بکنی باید تبدیلش بکنی به درهم یعنی ریال تبدیل به درهم بشه درهم تبدیل به دلار بشه که تجار و بازرگانان تو بتونن این تحریما رو به نوعی دور بزنن برای همینه که نرخ دلار در ایران تقریبا میشه گفت معاملات فرداییه دیگه یعنی الان امروز دلار چنده 24 ساعت قبل به نرخ درهم تبدیل شده امروز قیمت دلار مشخص شده یعنی 24 ساعت قبل این اتفاق میفته خب پس تو نیاز مبرم به این داری یا باید همین مسیر رو ادامه بدی یعنی دستت زیر ساتور اینها باشه چون با درهم داری معامله میکنی فعلا مجبوری با امارات کشدار و مریض برخورد بکنی حالا روس ها در کنار چین ها وقتی میان این ادعا تکرار میکنن امارات موفق شده حتی کشورهایی مثل ژاپن مثل آمریکا اینها رو هم بیاره در کنار خودش از اون طرف با تشکیل این مجامعی که هست مثلا شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس یا مثلا مجمع کشورهای عربی و روسیه ببین داره کشورهای عربی رو هم با خودش همراه میکنه علیه تو علیه تمامیت ارضی تو درست شد اینجا یه بحث سیاسی و دیپلماسی داریم که شما بتونی از خاک سرزمینی خودت دفاع بکنی این یه بحثه اما تمام ماجرا این نیست تو باید قدرت اقتصادی بگیری چطوری قدرت اقتصادی بگیری ببین وقتی تو بالای پنجاه درصد معاملاتت مجبوری که ریال رو تبدیل به درهم و سپس به دلار تبدیل بکنی یک راه داری برای خونسا سازی تحریم این تحریم ناشی از اون فشار دلار است دیگه همه این مصیبت هایی که شما داری میکشی که ریال رو تبدیل به درهم کنی و تبدیل به دلار کنی و تاجر تو بتونه جنس بیاره که نیاز هات برآورده بشه خب این نشون میده که علت اصلی همین تحریم است پس تو باید روی تحریمه کار کنی خنسا کردن تحریم چطور خونسا میشه اصلا ارز چرا میره بالا تو ایران چرا همیشه تقاضا بالاست بیشترین ارز ما برای ارز مسافریه حالا این مسافر میتونه گردشگری باشه که بیشترین سفرهای گردشگری ما به پنج تا کشور که خیلی خنده داره یکیش ترکیه است یکیش عراق یکیش سوریه است یکیش ارمنستانه یعنی همه دور خودمونن نیاز به دلار نیست شما میتونی با اون تهاتر که قبلا تو برنامه های دیروز پیروز اشاره کردم اینها رو رفع و رجوع بکنی همین عراقی که تا مثلا پنج سال پیش میرفتی میگفتی مثلا فلان چیز چنده همین زائرهایی که تو عربین و اینا میرن مثلا میگفت پنج خمینی الان شما پول ایران ریال رو بهش نشون میدی میگه نه یا دینار یا دلار یا سوریه همینطور یا ارمنستانش ترکیهش خب ببین بعد بیشترین آمار مهاجرتی هم که تو داری کشورهایی مثل کانادا مثل انگلیس مثل آلمانه این خروج سرمایه از کشور خود ترکیه هم یکیشه این خروج سرمایه از کشور در هیچ کجای دنیا به راحتی ایران نیست پس ما الان دو تا معضل رو باید حل کنیم یک وابستگی به دلار کم بشه که الان راهش رو خواهم گفت یعنی دور زدن تحریم ها خونسا کردن تحریم اصلا دور زدن الان هم داره اتفاق میفته اما خونسا کردن تحریم مهمه دومی بحث مواجهه با خروج ارز از کشور خب ارز مسافرتی یه موقع است مسافرت در قالب گردشگریه یه موقع است در قالب مهاجرت یه موقع است مثلا دانشجوی طرف رفته اونجا نیاز به ارز داره خانوادش باید تأمین بکنه از طریق صرافی این کار رو انجام میده اینجا تو تهران به صراف پول میده اونجا مثلا در حساب یورو یا مثلا پوند طرف ارز مورد نظرش رو میگیره مشکل اساسی که وجود داره برای مهاجرت به کانادا و این ور ور شما خیلی راحت پول از کشورت خارج میشه اولین کاری که باید بشه شفافیت مالی در نقل و انتقالات بانکیه مثلا صرافی ها برای اینکه پول رو جابجا جا بکنن پدر و مادری رفته پول داره میده که مثلا تو اروپا یورو بخره بچهش اونجا دانشجوه یورو رو تحویل بگیره این صراف توی اروپا هم یه شعبه داره حالا یا شعبه فیزیکی یا مجازی فرقی نمیکنه اعتباراتی کسب کرده چند سال مثلا سابقه داشته فعالیت کرده بهش اعتماد میکنن اونجا مثلا فرض کن یه نفر فریلنسره تو ایران داره دورکاری میکنه مثلا برنامه نویسه با یه شرکت خارجی همکاری میکنه برنامه نویسی میکنه پول میگیره مثلا یورو گرفته خب این تو ایران یورو به دردش میخوره که با اون صراف در اروپا هماهنگ میکنه اون یورو رو بهش میده اینجا تو ایران ریال میگیره حالا این پدر مادره که بچش تو اروپا ریال رو میرزه به حساب همین آقای فریلنسر یعنی این جناب صراف این وسط داره واسطه گری میکنه دلالی میکنه هیچ پولی هم به حسابش نمیاد فقط اون پورسانتش رو برمی داره اون سودش رو برمی داره خب اتفاقی که میفته این آقای فریلنسر پول میاد تو حسابش از طرف خانواده خانواده اون دانشجو اگر این شفاف بشه سیستم بانکی ما رصد بکنه بابت این تراکنش ها شفاف سازی بشه که آقا این صد میلیون یهو چرا آمد تو حساب شما برای اینکه قانون مالیاتی کشور رو هم دور بزنن مثلا می بابت بدهی تو اون فیشی که داره پر میکنه بابت بدهی بدهی چی این خودش سوال، این باید شفاف بشه خیلی حجمش بالاست الان شاید فکر کنید مثلا خیلی حجم نه خیلی حجمش خیلی بالاست بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنید این اگه شفاف بشه به نوعی جلوی پولشویی رو بتونی بگیری مثل کاری که تو همه کشورها میشه و برای خروج سرمایه از کشور مالیات سنگین ببندی هرکسی هر کسی هر جوری دلش پول رو از کشور خارج نکنه یه موقع است مثل این بنده خدا دانشجوی مثلا مصارف این شکلی از این بحثش فرم کنه اما آدمایی هستن چند ده میلیارد تومان پول از این مملکت دارن خارج میکنن بدون اینکه آب از آب تکون بخوره مثلا میره تو کانادا ملک میخره اینا باید رسد بشه یه بحث اینه یه بحث دیگه اینه که تو تولیدت رو قوی بکنی یعنی چی؟ ما یه نفتی داریم یه گازی داریم منابع خدادادیه دیگه اینا مثل بچه هایی هستیم که بهشون ارث رسیده خیلی مفت داریم میدیم میره رهبری چندین سال میاقا فروشی رو تعطیل کنید مسئولین و دولت هایی که میان خیلی راحت فروشی میکنن که بودجه رو تأمین بکنن بعد راهکارهای خوبم پیدا میکنن مثلا احداث پالایشگاه ها خب این اتفاق اتفاق خوبیه اما این احداث پالایشگاه ها درون به سمت سرمایه گذاری بانک ها بانک هایی که عامل بیشترین تورم در ایران هن. خلق نقدینگی که میکنن تورمی که به جامعه دارن تزریق میکنن پولشوییهایی هایی که میشه فساد هایی که داره میشه بعضن برخی بانک های خصوصی دارن با این پول ها بنگاهداری میکنن خب شما همینا رو ور میداری میبری مثلا در فلان پتروشیمی که داره احداث میشه شریک خودت میکنی سرمایه گذاری میکنه این سود میره دوباره تو جیب یه عده معدود مردم رو دخیل نمیکنی نقدینگی که در دست مردم هست علاوه بر اون دلار و یورو و پوند و ارزهای خارجی و طلاهایی که دست مردم هست یه نقدینگی سرشاره منتها چون دولت قبل در بورس گند زده چرا نمیتونی بیا بگیم مردم بیا سرمایه‌ات رو وارد فلان پالایشگاه رو بزنیم مثلا 30 درصد 40 درصد سودته چرا چون تو داری ارزش افسوده خلق میکنی. وقتی نفت خام رو مفت نمیدی بره اینو میاری تو صنایع پتروشیمی این صنایع تبدیلی افزایش 5 تا 20 برابری داره ارزش افسوده ایجاد میکنی. مثلا 1000 تومانت بشه بیس هزار تومن 3000 هزار بشه به مردم سود بدی به جای بر نمیخوره. اما چون اون اعتماد سلب شده علا رقم تمام انتقاداتی که مثلا به احمد نجات داریم شما این احمد نجات وقتی میاد یارانه ها رو مطرح کنه اجرایی بکنه یک ماه دو ماه سه ماه شیش ماه پشت سر هم اینا میان تو تلویزیون مسئولین مختلف کشوری و اجرایی میان توضیح میدن مردم اقنا میشن وقتی اقنا میشن تر اجرا میشه اون تر تر ای بود بعضی من تعجب میکنم اومدم گه این تر مزخرف بود و فلان بود نه درست اجرا نشد یعنی مجلس وقت نذاشت اجرا بشه قرار بود حامل های انرژی در پنج سال واقعی بشه و این یارانه هم به نسبت اون رشد داشته باشه اما شما دیدید ده سال چلو پنج و پونسد مونده اما حامل های انرژی آزاد شده بنابراین اگر میخوای بزنی تو دهن امارات یا روسیه باید اقتصادت قوی بشه اقتصاد تو هم زمانی قوی میشه که عامل و علت اصلی رو در نطفه خفه کنی اصل تحریم حالا برای خونسا کردن تحریم اقتصاد تو چطور قوی میشه با تعطیلی خام فروشی با ایجاد پالایشگاه هایی که سرمایش حول محور مردم بچرخه نه که بانک رو برداری ببری اونجا یه هولدینگ بزنی آقا بانک ها 6 تا 7 تا بیایید سرمایه های مردم رو این جالبه همین پول های قرض و سپرده مردم رو وردارن ببرن اونجا سرمایه گذاری کنن از تو دل این یه پالاشگاه بیاد بیرون حالا اون بانک مثلا 23 درصد چندر غاز سود بده به مردم سود اصلی رو خودش ببره حالا شاید بگی که آقا این فرقش چی حالا شما پالاشگاه رو زدی دیگه چه جیب مردم رو چه جیب یه بره اما اینجا فرق میکنه وقتی تو جیب مردم میره اقتصاد داخلی تو رونق میگیره مردم امیدوار میشن نسبت به طرحهای حاکمیت شما میتونی سرمایه گذاری ها رو بیشتر و بیشتر کنی هرچی به سمت پالایشگاه سازی بری که از خام فروشی فاصله بگیری تو برنامه قبلی هم اشاره کردم کشورهایی که محتاج صنایع پتروشیمیان محتاج صنایع پلیمریان اونها به صف میشن پشت درهای کشور تو با التماس ازت نقدی خرید میکنن نه اینکه الان نفت رو مثلا به چین بفروشی با تخفیف پولش هم حالا چطوری میاد برمیگرده اینو دیگه خدا میدونه یا اون زمانی که به کره فروختی یا زمانی که برق رو به عراق میدی همین عراق همسایمون بیخی گوشمون به زور پول داریم میگیریم بنابراین در کنار اقدامات سیاسی و دیپلماسی علیه امارات که داره ادعاهایی درباره تنب بزرگ و تنب کوچک و بوموسا میکنه شما باید اقداماتی هم بکنی برای خونسا کردن تحریم هیچ کدومش به تنهایی زورش نمیرسه امارات رو ادب کنه یا روسیه رو ادب بکنه یا چین رو ادب بکنه شما اگه اقتصاد داخلت قوی بشه چه نیازی داری که نفت خام رو مفت بدی به چین مفت که میگیم نه به معنای که پول نمیگیریم ازش ها با سی درصد تخفیف میدیم اما اگر همین نفت در صنایع تبدیلی ارزش افزوده ازش خلق کنی که 20 برابر بشه و تو نقد به فروشی نیاز به تخفیف هم نباشه این بهتره یا اون که با سی درصد تخفیف بفروشی؟ بعدش هم شما چهل سال این روند رو طی کردی یه شبکه درست نمیشه که وقتی قوی شدی تونستی این صنایع پتروشیمی رو به قیمت نقد به هر کشوری که میخواد بفروشی اون موقع تو میتونی تعیین کنی که چه ارزی به من بده حالا اینکه ساز کار اون چیه چجوری به تو تحویل بده اون یه به خودش مربوطه چون نیاز مبرم به کالای تولیدی تو داره تا زمانی که به این سمت و سو نریم اقتصادمون رو قوی نکنیم تو دیپلماسی هر کس دنبال منافع خودشه روسیه الان یه بخشی از منافعش در دبی یه بخشی در ایرانه یکی به نل میزنه یکی به میخ هر کشوری هم باشه همینه هر کس دنبال منافع خودشه بله ما ناراحتیم از این موازه وزارت خارجه باید جوابش هم بده بزنه تو دهنش اقداماتی هم که لازمه انجام بشه چون بیشترین کمک رو ما در جنگ روسیه و اوکراین ما کردیم به ها این پهپادهای ایرانی بود که پدر اوکراین رو در پدر ناتو رو درورد آورد این که در قبال این دوستی ها چی دادن این باز خودش برنامه مفصل می‌طلبه که بیایم صحبت کنیم در قبال اون چیزی که گرفتن چی دادن اما همینقدر بهتون بگم تا اقتصاد رو شما درست نکنی دیپلماسی خیلی خوبه نظامی خیلی خوبه سیاست بین الملل باید حتما قوی بشه اما تا اقتصاد شما درست نشه همه اینها به موازات هم هرگی اصلا توسعه و پیشرفت این همین دیگه شما تو تمام حوزه ها پیشرفت داشته باشی وگرنه تو نظامی خیلی پیشرفت کن تو اقتصاد پایین باش یا مثلا تو سیاست بین الملل خیلی پیشرفت کن تو اقتصاد ضعیف باش اینا هیچ کدوم یعنی بدون همدیگه کار رو پیش بره مکمل همه باید در کنار هم یه پکیج کامل باش والا شما همین الان آقا با روسیه دیگه قد کنیم خب باش فردا با چین قد کنیم خب باشه دیگه کی آقا این ترکیه و عراق اینا هم که دور کنیم خب دیگه کسی نمیمونه که شما با کی میخوای کار کنیم شما برای بقا نیازمند دیگرانی همینطور که دیگران هم نیازمند تو هم بنابراین عمد تمرکز ما باید بره به سمتی که دولت رو مجاب کنیم بیاد برای اقناسازی مثل دولت احمد نجات که شیش ماه وقت گذاشتن تا یارانه ها و نقد شدن اون رو حول محور هدفمندی یارانه صحبت کرد مردم رو قانع کرد مردم هم پذیرفتن گفت آقا این پول پول خودتون ها میرید تو جیب خودتون الان اینجا هم همین اتفاق باید بیفته دولت باید بیاد به سمتی که با مردم ارتباط بگیره اون اعتمادی که در دولت قبل از بین رفت تو بورس اینجا بیاد ترمیمش بکنه اصلاح بکنه مردم سرمایه های کلانی تو دستشون هست اینو بیارم پای کار به که بیاره بذاره تو بانک 23 درصد سود بگیره بیاره تو پروژه های ملی که میتونه ایران رو از فرش به عرش برسونه بیان مشارکت کنن سودم ببرن سود بیشتری هم ببرن چرا 23 درصد سود بگیره بذاره تو بانک تازه خیلی هم قرض الحسنه گذاشتن یعنی سودی نمیگیرن بانک داره با اون پول کار میکنه بعد اینا برن ملک و املاک و اینا بخرن تورم ایجاد بکنن از تو جیب مردم تورم بره اونا ثروتمندتر بشن گردنشون روز به روز بعضیشون انقدر کلف شده که یه طرف الان بانک زیانده اما یه جورایی داره از جیب 85 میلیون ایرانی ارتزاق میکنه البته دولت یه حرکت های خوبی شروع کرده ولی امیدوارم که واقعا سرعت ببخشه بانکایی که اینجوری زیاندن از مدار خارج میشه آقا اعلام ورشکستگی کن سرمایه های مردم انتقال پیدا کنه به بانک دیگه یعنی خیال مردم راحت بشه که به سرمایه مردم ضرری نمیرسه اون بانک ها این همه ملک دارن بفروشن اگر بدهی چیزی هم دارن از اون محل جبران بشه بنابراین شما تا در اقتصاد قوی نشی این توازن دو ستونه و سه ست ستونه و چهار ستونه به درد نمیخوره باید بذارید دم کوزه آبشو بخوری یا علی التماس خدا نگهدارتون